بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. خداوند از همه برادران و خواهران، عزیزان، جوانان، فراشان به درگاهش قبول بفرماید و همه ما را از عزاداران مخلص و بیریای ابی عبدالله الحسین قرار بده و به همه ما توفیق بده که از خط و فرمایشات امامان اهل بیت تبعیت و پیروی بکنیم. در شب هفتم قرار داریم بنابر رسم عزاداری در کشور افغانستان و شاید هم برخی از کشورهای دیگر شب هفتم را به نام نامی حضرت ابوالفضل جوان ام البنین نامگذاری کردن و در این شب مراسم زیبای علم کشی را قرار می دهند و شبی است که باید از فضائل ابوالفضل بگیم. وقتی می شنویم ابوالفضل عباس، عباس یعنی وفا، ابوالفضل یعنی سقا، ابوالفضل یعنی وفا یعنی ادب، ابوالفضل یعنی عمو. از ابوالفضل سخن گفتن مشکله و پیرامون شخصیت حضرت ابوالفضل هر قدر انسان سخن بگه کم است. شعر خیلی زیبایی است که اون لحظه به آب رسیدن ابوالفضل را قشنگ تمثیل کرده. بر لب آبمو از داغ لبت میمیرم، خطاب میکنه به برادرش ابوالفضل و به برادرش ابی عبدالله الحسین. اون لحظه ای که آب رو دیده و ترسیم میکنه و گویا حضرت ابوالفضل خود را مقصر میدانه، میگه ببینید من دست من به آب یخ خورد، دست امام حسین نخورد، چشم من آب روان را دیده، چشم برادرم ندیده. میگه من الان در حجم دو تقصیر کردم، تقصیر اول دستم با آب خورده، تقصیر دوم چشمم آب روان را دیده. میگه پس من باید این دست رو ببرم، پس دیده ها رو باید بدم تا ثابت کنم برادری رو بازده. امام حسین خیلی قشنگ میگه بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم، هر دم از قصه جانسوز تو آتش گیرم، مادرم داد به من درس وفاداری را، عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم، گاه سردار علمدارم و گاه سقا، گه به پاس حرمت گشت زنان چون شیرم، غیرتم گه نهیبم زند از جا برخیز، لیک فرمان مطاع تو شود پاگیرم، تا که مأمور شدم القمه را فتح کنم، آیت قهر بیان شد از لب شمشیرم، اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید، سینه ام تنگ شده از بس که بود تأخیرم، کربلا کعبه عشق است و من در احرام، شد در این قبله عشاق دو تا تقصیرم، دست من خورد به آن آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم، پس باید این دیده و دست کنم قربانی، تا که تکمیل شود حج من و آنگه میرم، زین سبب دست به پای تو نشاندم برخاک، تا کنم دیده فدای چشم برای تیرم، ای قد و قامت تو، خطاب به ابی عبدالله الحسین، ای قد و قامت تو، معنی قد قامت من، من یه نماز دارم میخونم در کربلا، ای قد
ای قد و قامت تو، معنی قد قامت من، ای که الهام عبادت از وجودت گیرم، وصل شد. نماز حضرت ابوالفضل یه حج کرده تقصیر داده، یه نماز داره که تکبیر و قیام داره، رکوع دیگه نداره، مستقیم میره حضرت ابوالفضل تو سجده. وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود، بی رکوع است نماز من و وین تکبیرم. جسدم را به سوی خیمه اصغر نبرید، که خجالت زده ام زان لب بیشیرم. فرزند ام البنین روحت شاد باشه. از عباس از کدوم فصل و بحثش سخن بگیم؟ از نحوه تربیت ابوالفضل چند منبر خوب میخواهد که ببینیم ام البنین چی فرزند تربیت کرد که کل شهدا در بهشت به مقام ابوالفضل غبطه میکنه. امام سجاد فرمود برای عمویم ابوالفضل، همانطوری که برای عمویم جعفر خدا دو بال داده در بهشت، برای عمویم ابوالفضلم خدا دو بال داده در بهشت، بابت دو دستش که دو دست عموی ابوالفضل یک بار در جعفر جنگ در زمان پیغمبر قطع شد، همون قضیه تکرار شد، دو دست رسای عزت ابوالفضل قد شد. مقام عزت ابوالفضل در دین دنیا در زیارت نامش میخوانیم که ورفع از ذکر و کفی الیین، عباس ذکر تو در تمام الیین و عالم آسمان ها بالا رفته. ابوالفضل آقایی است که چهار امامی که تو را دیده ان دست علمگیر تو بوسیده ان. چهار امام واجب الطاعه دست فرزند ام البنین رو بوسیده. ابوالفضل چی مقام؟ امشب از جایگاه تربیت سخن نمیگیم، بماند برای مراسمات بعدی. این که آموزش و محیط از ابوالفضل ساخت بماند. امشب از خود شخصیت ابوالفضل میگیم، خودش چی مرده بود. 4-5 تا از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های رو اینجا بیان می‌کنیم که از فرزند ام البنین علمدار حسین ساخت تا زهرای مرضیه به ابوالفضل خطاب کند فرزندم. این حرفه زهرای مرضیه استعاره و خلقه و خلاصه کل خلقت، حضرت ابوالفضل در ردیف فرزندان خود قرار بده و خطاب کند ابنی العباس، و امام معصوم به مقام حضرت ابوالفضل بیاین و دستبوس این فرزند ام البنین باشه. چه اوصاف و خصوصیت های حضرت ابوالفضل داشت؟ جوانان عزیز که شما به ابوالفضل اقتدا میکنید، و اگر این حصر و کرونا نبود امروز همه جوان آمده بودن پای علم ابوالفضل زنجیر و سینه بزنن. جوان ما حالا که بهترین الگوی یک شخصیت ما در کربلا ابی حضرت ابوالفضل، ببینیم ابوالفضل چه ابر مرده بود که ما هم که مدعی پیروی او را داریم از دنبال او بریم. اولین خصوصیت برجسته ابوالفضل که خیلی کم گفته شده، عجیبه، اولین خصلت و صفت برجسته ابوالفضل علم آموزی او بود. به علم اهمیت میداد و علم را می آموخت. شناخت خود را بالا برده بود حضرت ابوالفضل. کتابی است به نام العباس، کتاب قشنگی، عبدالرزاق مکرم اینو نوشته، به زبان فارسی هم ترجمه شده. اکثر مباحث که راجع به حضرت ابوالفضل بگیم در این کتاب است. یک جریان قشنگی رو نقل می کند که ان العباس زق العلم زقا، میگه حضرت ابوالفضل علم را به شکل ممزقن دریافت کرد. زق یا زقا عرب در جای خطاب می کند که وقت انسان برای بچه کوچیک غذا رو اول می گیره، نرم می کنی، آرام آرام تو دهن بچه می گذاری،
بعد بچه خیلی آرام آرام غذا رو تو دهانش میچرخانه بعد میده پایین. میگه حضرت ابوالفضل اینگونه علم آموخته، یعنی علم را با آرامی با معنای عمیق هضمش کرده. ممکنه ما علم زیاد بگیریم اما علم هضم نشه. حضرت ابوالفضل در علم آموزی علم را با هضمیت کامل دریافت کرد. در ادامه میگه انهو کان من فقهاء اولاد الائمه. حضرت ابوالفضل خودش فقیه بوده، یه دانشمند از اولاد ائمه بوده. حضرت ابوالفضل این مقام علمی ابوالفضل. درست است که ابوالفضل پهلوان بود، قد رشید داشت، تا تیر آخر در برابر دشمن ایستاد، اما عالمم بوده، علمم آموخته. در یه روایت من خواندم این مضمون درباره حضرت زینب هم آمده، درباره حضرت ابوالفضل هم آمده که میگه علی ابن ابی طالب به اولادهاش حساب یاد میداده. خب همینه برای ما خیلی درس است که پدر با اولاد برخوردش این گونه باشه. من گاهی اوقات میگم این اصول دین چند تاست، فروع دین چند تاست، چهار تا آیه قرآن بخونن، اینو به بچه ها ما یادشون بدیم، مخصوصا بچه هایی که در سن 3 سال، 4 سال، 5 ساله. اینا خیلی مهمه، مخصوصا در این کشورهای غربی و استرالیا که دیگه از 6-7 سالگی بچه از دست ما میره دیگه. از ساعت 6 و 7 سرویس بچه میاد میره، ساعت 4 و 5 خسته بچه خانه برمیگرده دیگه، برای خواب و خوراک تو خونه میاد. آموزش و تعلیم و تربیتش دست ادارات دیگری است. ما سعی کنیم فرصت و غنیمت بشماریم. امام علی علیه السلام به فرزندانش حتی علم حساب هم یاد میده طبق این روایت. خب میگه برای ابوالفضل حساب یاد میداد. چطور میگفتیم 1, 2, 3, 4, 7, 8 بچه‌مون خوب یاد میگیره، بعد دیگه یادش میدادیم. ابوالفضل اولاد خردسال بود. گفت ابوالفضل بگو واحد، یعنی 1. بعد گفت بعد از 1 2. 2 هر چه گفت حضرت ابوالفضل 2 نگفت. امام علی فشارد که 1 و 2 که مشکل نداره. در جواب امیرالمومنین فرمود که من حیا میکنم، استحی ان اقول باللسان الذي قلت 1 اقول 2. من با دهانی که گفتم 1 یعنی خدا یکیست دیگه، با زبان دوتا دیگه نمیگم. این یک نوع ظرافت در گفتاره، این یک نوع ظرافت در تمکینه، یک ادبی است. فتقبل علی عینی، علی ابن ابی طالب دو چشم ابوالفضل شو بوسید. خب این کنه از علم حضرت ابوالفضله، نه اینکه دیگه 2-3 نگفته باشه. یک ظرافت علمی رو اینجا حضرت ابوالفضل به کار میبره. علم آموزی از صفات برجسته ابوالفضل العباس است که از فقهای اولاد ائمه شد. خب همینجا عزیزان دوستان، من در منبر پارسالم زیاد تذکر دادم، واقعا دوستان جوانان که میبینم زیاد میگم که در یک مملکت کشور آمدیم که تعلیم و تحصیل آزاده، میگیم بر حق شیعیان در افغانستان ظلم شد که شد، خب از تحصیل محروم شدیم خیلی اوقات، به اون گونه حداقل حق ما رو مساوی ندادن. این دیگه حداقل کار است که هر افغانستانی تایید میکنه که اولاد بچه های شیعه رو اونی که حقشان بود داده نشد. حالا نمیگم 100% ظلم بوده نبوده، حداقل اینو دیگه همه قبول دارن که حق ما با اون گونه که بود داده نشد. در خیلی از دانشگاه ها، پانتون ها، فاکولته ها فقط چون شیعه بودی حق ورود نداشت، این دیگه قابل انکار نیست. حالا در موارد برخ از شیعان از یک طریق راه پیدا میکردن، اون استثناءات بود. خب حالا ما میگیم عبدالرحمن خان بود در حق ما ظلم کرد، کی ظلم کرد؟ فعلا در یک مملکت به سر میبریم که از حقوق اجتماعی مساوی سهم میبریم. ببینیم آیا جوان ما عزت و آبروی امام زمان ما حضرت ابوالفضل امروز دست توئه؟ در این مملکت ثابت کن که اگر در افغانستان به ما اجازه میدادید ما در مقامات علمی بالا می خب اینجا که دیگه ممنوعیت نیست، درسمونه بخونیم، مقام تحصیلات بالا بریم. دیگه نسل اول ما اینجا آمد، پنتر شد، گاردنر شد، سکوریتی شد، تاکسی درایور شد، چاره نداشت. نسل دوم چی؟ ولی گاهی اوقات متأسفانه نسل سومم به کار آزاد فکر میکنه.
چند وقت پیش جوان رو این برابر ماره بردن، خب با این جوان ها رفیق میشه، میپرسه گفتم چی کار میکنی؟ که چند وقت اینجایی؟ گفت من اینجا به دنیا آمدم، اینجا به دنیا آمدم دیگه میشه نسل سوم حتی. خب گفتم چی کار میکنی؟ گفت یه مضمون نمیدونم فلان درس رو خواندم ولی الان کار آزاد میکنم، حالا یا دلیوری میکنم یا پرینتر یا چی. گفتم برای چی؟ گفت وقتی که اونجا پول نداره، یعنی هنوز ما گرفتار کفش و کلاه و نان و غذای اینجا. آقا 5 تا پسر داری، 4 تا اولاد داری، 3 تاش اگر دنبال کار رفت یکیشو بفرست دنبال درس، دیگه پول به چه درد ما میخوره؟ چقدر پول اینجا الحمدلله همه یه ماشین و یه خونه و یه فرنیچر رو داره، اما مثلا ماشین 100,000 دلاری یا ماشین 2,000 دلاری دیگه مرو کارت را میندازه. حداقل زندگی الحمدلله برای همه آماده است. آره یکی از اینا رو بفرست به اون مقامات عالی، که وقتی من میام منبر بگم آقا 5 تا استاد دانشگاه مناجم اینجا نشسته، 20 سال اینجایی، 50 سال اینجایی، عزت ابوالفضل اگر شهامت داشت، اگر وفا داشت، اگر بزرگی داشت، دنبال علمم رفت، علمم هم که ما نسل های بعدی دیگه مثل اول تو اون جای اول نمانیم. کار مقدسه، کار مبارکه، رزق روزی حلال، اسلام سفاره آفرین به غیرتت کار حلال بکنیم، کار عیب نیست، اما این که میتوانسته بخانه و پیشرفت بکنی این عیبه. یه وقت جوانان در شرایط سخت ایران و پاکستان افغانستان اونجا درس خوانده بشن، تحصیل کرده بشن، دکترا بگیرن، ما در این شرایط آماده اینجا هنوزم مثل سن است قبل در کارهای اولیه مشغول باشیم. خب این درسش از علم آموزی حضرت ابوالفضل. دومین خصلت یا صفتی که از حضرت ابوالفضل ساخت، بصیرتی که بود داشت. ما یه بصر داریم، بصر یعنی بینایی، یعنی دیدن، اکثر من و شما میبینیم. یه بصیرت داریم، بصیرت یعنی بینش، بصر یعنی ظاهر یک شی را دیدن، بصیرت یعنی عمق و درون یک چیزی را دیدن. حضرت ابوالفضل بینش داشت، بصیرت داشت، بین حق و باطل تشخیص میداد. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، خدا میگه ما برای مؤمنین یک نور میدیم که با این نور در بین مردم رفت آمد برخورد میکنه. علی ابن ابی طالب فرمود که اگر بصیرت نباشد بصر و دیدن تنها فایده نداره. روح من تو نباشی ز روح ریح چه سود؟ روح من، جان من، خدایا عقل من اگر نباشه هرچم بوی خوش باشه چه فایده داره؟ روح من تو نباشی ز روح ریح چه سود؟ بصیرتم چو نبخشی بصر چه سود؟ بصیرت ابوالفضل دید نفوذ داشت. ببین چند تا مثال براتون بزنم که فرق باشه بین بصر و بصیرت. کسانی که گول امر آس رو خوردن در قضیه سفین، اینا چشم همشون چشم داشتن اما چشم نافذ نداشتن، بصیرت نبود، از قرآن روی نی بازی خوردن و امام برحق را تسلیم دشمن کردن. اونایی که بصیرت داشتن گفت واقعی قرآن بهانه است، یه قرآن کاغذ نوشته بیش نیست، مقهور تزویر امر آس نشید. کسانی که زیارت امامان اهل بیت را، تلاوت قرآن را در جای مختلف منع میکنن به حکم بی احترامی به قرآن، اینا بصیرت دارن بصر ندارن. نمیدونن کسی که به امامان اهل بیت متوسل میشه نمیگه که اینا خدا هستن، نمیگن که حضرت ابوالفضل خدا حاجت من رو تو حاجت من رو بده، نه، میگن ابوالفضل که تمام هستیت را برای رضای خدا دادی، تو مرضی خدا هستی، تو مورد رضای خدا قرار گرفتی، تو با پیشگاه خدا آبرو داری، بیا و یک کمک من بکن، عرض حاجت کنم پیشگاه خداوند. مگر خدای دستور رو داده؟ بله. به برادران یوسف چی گفت؟
برادران یوسف همه استغفار کردن، گفتن نه، برید پیش ولی من، اگر استغفار شما رو تایید کرد به پیشگاه من بیایید. قالوا یا ابانا استغفر لنا قال سوف استغفر لكم، به خدا اونا رو بخشید. و همینطور در قرآن آیات زیادی داریم که خداوند میگه، گاهی اوقات میگه تنها بیا، ادعونی استجب لکم، مستقیم بیا. گاهی اوقات میگه بیاید پیش پیغمبر بگید التماس دعا. اگر بصر میگه آقا تو گفتی یا ابوالفضل، ما میگیم یا الله شما شدی مشرک. بهی میگن بصر، ظاهر بینی. اما بصیرت اینه دیدگاه نافذ که میگه آقا این که وقتی میگه یا ابوالفضل، ابوالفضل خدا میدونه، نه نعوذ بالله. اگر توسل میگه، از شفاعت میکنه، اگر زیارت مرقد و مشاهد میره، مبنا و دیدگاه این است که میگیم این عباد الله، این اولیای الهی، این خالصان که همه هستی رو به درگاه خدا دادن، اینایی که راه حضرت یعقوب پیغمبر رو رفتن، اینایی که راه حضرت پیغمبر اکرم رو رفتن، اینا مرضی خداوندن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا مجاهدین فی سبیل الله هستن، اینا پیشگاه خدا حرمت دارن، آبرو دارن، جایگاه دارن. من قطره بی مقدار آمدم به دریای حضرت ابوالفضل بگم خدایا اینها رو به درگاه شفیع آوردم. میگه خب مگر خدا گوش نداره، چشم نداره، خدا شنوایی، خدا کمه حرفات، خب برو مستقیم. میگه بله، گاهی خود مستقیم هم میری. هم همین خدا در قرآنش گفته گاهی اوقات برید با واسطه بیارید، برای که خداوند خواسته به حضرت عباس مقامش رو بده، حالا پیغمبر جایگاهش رو بده. کسانی که از ید الله میگن، میگن خدا دست داره، وهابیون میگه، میگه خدا تا 5 تا انگشت داره، 2 تا دستش هم راسته، اینا بصر دارن، آیه رو خوندن، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست، اما بصیرت ندارن. خدا که جسم نیست، جسم شد خدا نیست، قدرت دست یعنی قدرت. ببینید اینا فرق بصر و بصیرت. حضرت ابوالفضل بصیرت داشت. خیلی ها بودن در مدینه با ابی عبدالله خارج نشدن، بصر داشتن، میگفتن حالا یزید هست دیگه، اوضاع خوب است، چرا بریم اسلام رو متفرق بسازیم. خیلی هایی که با حسین ابن علی نیومدن بیرون، گفتن این نفاقه، این شکافه، تفرقه و نفاق بده. یعنی امام حسین شده الگوی نعوذ بالله نفاق. اینا بصر داشتن، بصیرت نداشتن که با یزید هم نفاق است و هم کفر است و هم بی‌عدالتی است. و همون نفاق یزید بود که تا امروز مسلمان را چند تیکه و چند پاره کردن. اگر دور علن عباس و ابی عبدالله جمع شده بودن، او اتحاد بود، او حق طلبی بود، او اسلام ناب بود. اینا بصر داشتن اما بصیرت نداشت. این صفت دوم است که چقدر قشنگ میگه آقا امام جعفر صادق علیه السلام، کان عمون العباس، عموی ما ابوالفضل العباس، نافذ البصیره، بصیرتش نفوذ داشت، تیزبین بود، دقیق بین بود، عمیق نگر بود. برای ابوالفضل امان نامه آورده. خب در صحرای کربلا دیگه کشتن حتمیه. شمر ملعون ادعا کرد که ما هم از طایفه بنی کلابیم، ابوالفضل تو برادران عموزاده های ما هستید، من برای همه شما امان نامه آورده. حضرت ابوالفضل جوابشو نداد. ابی عبدالله حسین فرمود برادرم ابوالفضل جواب شمر رو بده، ولو کان فاسقا. ابوالفضل سرشو بلند کرد گفت که شمر، خدا لعنت کنه تو را و امان نامه نویس تو را. من فرزند رسول خدا رو تنها بگذارم و بیایم با امان نامه تو برم کوفه؟ بصیرت، نفوذ، عمق دشمن رو بده. کل کربلایی ها نافذ البصیره بودن، لذا سپاه ابی عبدالله هیچ کسی نرفت تسلیم بشه، نرفت خود رو حواله دشمن بده. حضرت ابوالفضل علیه السلام نافذ البصیره بود، بصیرتش در اوج بود. یکی از صفات که از ابوالفضل، ابوالفضل سا، حالا همینجا هم خوبه که ما دوستان بصیرت داشته باشیم، یعنی نافذ به دین ما نگاه کنیم، عمیق نگاه کنیم. من خیلی اوقات میگم این جوانان، عزیزانی که انتقاد میکنن، پیشنهاد میکنن، سوال میپرسن، اینا مایه فخر ما هستن. ما از هر سوال استقبال میکنیم. اصلا تا پرسش از دین نباشه بصیرت حاصل نمیشه. و ما هم باید دینمون رو با بصیرت بگیریم، با عمقش بگیریم، با محتواش بگیریم، تا این اسلام
در ما مؤثر بیفته. یکی از صفات برجسته حضرت ابوالفضل خدا باوری او بود. ایمانش به خدا در حد اعلی بود. باورش به خدا در حد اعلی بود. اون ایمان باعث شد که ابوالفضل هم دست راست رو بده هم دست چپ رو بده، با دندان مشک آب رو بگیره و سر را در راه اسلام بده و سرانجام سرنگون میشه در کنار نهر القمه و یک لحظه به دشمن عقب نشینی نکنه، التماس نکنه. به ایمان اعتقاد بالاست. ما چقدر اعتقاد داریم؟ اگر یه روز خوب بودیم نمازمونم خوبه، اگر یه بار ماشین پنچر شد تصادفم کردیم چند پوینت هم دادیم، دیگه حال نماز خواندن هم نداریم. ایمان ها رو ببین چقدر پایین بالا. در اون صحرای کربلا آتش تشنگی از یک طرف، تیر و سنان از یک طرف، برادران حضرت ابوالفضل شهید شد جلو چشمش، جنازه های برادرانش افتاده. غریب کربلا رو میبینه یک قدم عقب نمیره، فکر نمیکنه بره عقب. خب ایمان بالای حضرت ابوالفضل دیگه، ایمان ابی عبدالله ایمان بود. چقدر قشنگی که از اساتید معرف خیلی قشنگ زد. اون لحظه ای که حضرت ابوالفضل عباس کنار نهر القمه آمد، دیگه میان او و خیمه ها خیلی فاصله بود. در اون خلوت نهر القمه حضرت ابوالفضل و دشمنانی که از دور نگاه میکنن، این حکایت هم دشمنان ابوالفضل نقل میکنن. بعدها وقتی اوضاع آرام میگیره این حکایت میکنه که حضرت ابوالفضل وقتی کنار نهر القمه آمد چی اتفاق افتاد. حضرت ابوالفضل کنار آب سرد القمه آمد، خودشم تشنه است. خدا باوری حضرت ابوالفضل نگاه کنید. خب اگر اونجا حضرت ابوالفضل میخورد آب میخورد، امام حسین او رو دیده بود؟ نه. اطفال بچه ها دیده بوده؟ نه. ولی باور حضرت ابوالفضل رو نگاه کنید که اوست نشسته بر نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ تمام چشم ابوالفضل عشق و حسین پر کرده. حضرت عباس بر جا نگاه میکنه حسین رو میبینه و آب را روی آب ریخت. ما خیال میکنیم حضرت ابوالفضل تشنه آب بود. نه، بود. حضرت ابوالفضل تشنه آب بود، اما بدانید که آب تشنه تر بود به عباس. آب را روی آب ریخت تا حسد به دل آب تا قیامت بگذاره که دیدم تو نخوردم. خب حالا جوان من، ما که اینجا میگیم شیعه علی ابن ابی طالب پیرو حضرت ابوالفضل مسلمانیم، شده ما هم آب را روی آب بریزیم؟ یک صحنه بد رو میبینیم دیگه محرم است نگاه نکنیم، آب رو روی آب بریزیم دیگه؟ خواه آمدیم که از حضرت عباس الگو بگیریم دیگه. یک لحظه با پدر پرخاش نکن، پدرته بگذر، با همسرت، با همسرت یک لحظه، حق با توه، دادم میتونه بزنی. نه، آب رو روی آب بریز، شیطان را حسرت به دل بگذار. خدا باوری یعنی این. حالا اگر پدر خانم، پدر زنم، برادرای زنم بود، خیلی آرام برخورد کنم. اگر نبودن شیادی کنم، بعدم بگم انشالله ما از پیروان حضرت ابوالفضلیم. یا بالمقابل خانم همسر گاهی اوقات میگم خدای ما که پلیس نیست. زن مسلمان عفت داره، زن مسلمان عفو داره، زن مسلمان گذشت داره. حالا یه زمان یه زن در افغانستان ایران یه مظلوم بوده، حالا ما بیایم تمام چیز رو عوض بکنیم؟ هزار پلیس برای زن ما شوهر میشه؟ نه. هزار کورت و دادگاه برای ما اولاد میشه؟ نه. کل چیز که پلیس و کورت و دادگاه نیست. یه خانم خوب خانمی است که آب رو روی آب بریزه، بگه من برای حضرت عباس میتونستم اینجا شوهرمو ادب کنم، چهار تا پلیسم بیارم، ولی نه، من نجابت دارم، من بزرگی دارم، من خانمی دارم، من اولادمو دوست دارم، من این زندگی سقفمو دوست دارم، کجا خودمو بی سقف بسازم؟ حالا یه بد اخلاقی او کرد، دیگ رو از بیخ ویران بکنم؟ دو طرف رو میگم، دو طرف رو میگم. بد اخلاقی بعد چی از زن چی از مرد.
منبر رسول خدا جای حق گفتنه. ما از مرد شیادم بیزاریم، از زن شیادم بیزاریم. او مردی که در افغانستان از نبود پلیس و قانون سوء استفاده اونم غلط میکنه، اون خانمی که در استرالیا و اروپا و آمریکا از زور پلیس کرد سوء استفاده اینم غلط میکنه. ما پیرو عاطفه باشیم، پیرو دلسوزی باشیم، پیرو هدایت باشیم، پیرو کمک باشیم. ها ممکنه پلیس بریم، اما پلیس برای ما دیگه سقف میشه نمیشه دیگه، کورت و شلتر و حمایت و اینا برای من اولاد میشه نمیشه. سه تا اولادم بگیری بیری آخرش یه روز اولاد میپرسه میگه چطور شد بابای ما رو رها کردی آخر. اما اگر گذشت کردی، ببینید خانما همیشه حق گرفتن اینه. یه استاد داشتم حالا دیگه بحثش آمد، خدا حفظش کنه، آیت الله مکارم شیرازی، 13 سال درس خارج فقه رو خدمتش خواند. بارها میگفت، میگفت آقایون طلبه ها کی میگه حق گرفتنیه؟ کی گفته حتما باید حقتو بگیری؟ نه، گاهی وقات عاطفه داشته باش، گذشت کن، عفو کن، راه بیا، مماشات کن تا چرخ زندگیت بچرخه. حفظ زندگی سالم هزینه داره. بعد به من گفت طلبه شما اگر صاحب خانه هستید شریک دارید، نگو قبض برق من 95 دلار شده، همین 95 100 دلار بدید برسه بره، بذار شما آقام هستی. یا طرف مقابل داره 105 دلار بده، کارت بگو آقام 100 هم بده، 5ش برای خودت باشه. من نمی عفو کنیم، ببخشیم، کنار بیاییم، کوتاه بیایم تا زندگی زندگی بشه. نابرد رنج گنج اثر نمی شود، ناکشیده غم و ناز و مشکلات فرزند سالم اثر نمی شود، خانه خوب اثر نمی شود. عشق چهار روز دنیا حسد به دل آدم رو میگذاره. مادران ما، پدران بهترین الگو بودن، چهار سبای صبر کردن ولی در عوض دو سه تا پسر موفق تربیت کرد. دو روز روی یک غم و روی یک بد اخلاقی صبر کرد، آخرش بود والعاقبت للمتقی. بازم از منبر من سوء استفاده نشه خدای نکده، من نمیگم کرد بده پلیس بده، اینا رو نمیگم، من نمیگم مظلوم باش، من میگم قبل از اینا یه مقدار به عاطفه فکر کن، به گذشت اتفاق کن، چند بار شانس بده، نوبت بده، کمک بخوا، آرام آرام زندگی رو از خودت بساز. اینا رو میگم، برداشت بد نشه. خب حضرت ابوالفضل خدا باور بود و با خدا معامله میکرد. ما هم بیایم گاهی خود با خدا معامله کنیم. او آب رو به حسد به دل گذاشت، منم شیطان و ابلیس رو حسد به دل بگذار. یکی از صفات قشنگ حضرت ابوالفضل که دیگه بحث آخر منه، حضرت ابوالفضل وفادار و فداکار بود. فداکار. مادرای ما چی بودن در خانه؟ اصلا شب و روز نداشت، جارو میکرد، بعد جارو ظرفا رو میشست، بعد ظرفا لباسا رو تو میزد، بعد درز لباس، هیچ وقت نمیگفت این کارا مگر مال منه، پدر قادر محمود بیا کمکم، کار میکرد. شوهرم وقتی میگه خب دیگه ای که درست شب و روز برای بچه‌م زحمت میکشه، یعنی اینگونه بود. پدرم همینطوری بود، وفاداری و فداکاری. حضرت امام سجاد چقدر قشنگ میگه نکته شو، رحم الله العباس، خدا رحمت کند عباس را، امام معصوم میگه، فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه بنفسه حتی قطعت یداه. خدا میگه رحمت کند عمویم را عباس که ایثار کرد، برتری داد، فدا کرد جان خود را تا دستان او بریده شد در راه وفاداری به حضرت ابی عبدالله الحسین. شما یه صلوات رو نهد بفرمایید. حضرت ابوالفضل چی گفت؟ والله این قطعتمو یمینی، به خدا اگر دستان منم ببرید، اینی احامی ابدا عن دینی، بدانید من تا آخر از دینم حمایت میکنم. و عن امام صادق الیقینی نجد النبی الطاهر الامینی، از امام صادقم، از نسل پاک پیغمبرم تا آخر من حمایت میکنم. امروزم کربلا، کل یومن کربلا، کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا. ممکنه در خانه امام از این کربلاها اتفاق بیفته، از دینت حفاظت کن،
از دینت حمایت کن، از حق حمایت کن حضرت ابوالفضل. ببینیم آقا چقدر قشنگ میگه ما چه شکلی از ابوالفضل تجلیل کنیم. مردان خدا را، صالحان اولیای الهی رو مولای بلخی میگه دیگه، یک دهان خواهم به پهنای فلک. حضرت عباس سخن میگه، عباس یعنی افلاک، افلاس یعنی جهان. تو اگر از جهان سخن بگی باید یه دهان به اندازه جهان داشته باشی. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک. وصف من تا قیامت اینچنین انسان که نامش میبرم، من تا قیامت ز وصفش قاصرم. فقط بگیم حضرت ابوالفضل قالب تنگ واژه ها، قالب تنگ عبارات هیچگاه شخصیت تو را برای ما منعکس نمی کند. شب هفتمه ما اینجا یه علم غریبانه برمی داریم. ابوالفضل امیدواریم که علم بدوشان خوب برات باشیم. حضرت ابوالفضل امیدواریم که علم بدوشان و علم برداران خوب برای فرزند ام البنین باشیم. خداوند این غربت ما را به حق ابوالفضل به پایان برسان. خداوند اگر علم کشی حضرت ابوالفضل امروز غریبانه اینجا برگزار میشه، خداوند به حق دستان رسای ابوالفضل علم برداریش و این مشکلات و کرونا و قرنطینه را از بین ببر، که انشالله در علم برداری و اربعین ابی عبدالله همه مؤمنون و مؤمنات رو اینجا از نزدیک ببینیم. دلهای ما هم تنگ شده. آقای غریب ما امام زمان علیه السلام، شما که بیش از 1000 سال غریب و تنهایی، شما چی میکشید؟ السلام علیک یا ابوالفضل العباس، السلام علیک ابن امیر المؤمنین. دیگه باب الحوایج که میگه نه دیگه حاجت، هم بنده هم حاجت هایی منیت کردم، شام حاجت خود را بگیرید دیگه. دیگه خیلی غریبانه است مجلس. امشب منزل شما هم حسینیه باشه. هر عزیزی که میبینید دیگه اونجا را غمسرای حضرت ابوالفضل قرار بدید. شب غربت و تنهایی حضرت عباسه. السلام علیک یا ابوالفضل العباس، السلام علیک ابن امیر المؤمنین. امام زمان خیر ارادت داری به عمویت ابوالفضل، در این مجلس همه ما را حاجت روا بگردانی. اول خود ما یکی از حاجاتم اینه که ظهور امام زمان، ما حاجات ما این است که این شر و خطر مریضی رو از سر ما برطرف بکنی. حاجات ما این است که ما رو با ایمان از دنیا ببری. حاجات ما این است که عشق ابی عبدالله رو از ما نگیری. حاجات ما است که اولاد صالح نصیب ما کنی. خداوند بارلا. السلام علیک یا ابوالفضل العباس، ایو العبد الصالح المطیع لله و رسوله ابوالفضل العباس. داستان روزه ابوالفضل طولانیه. کجای دنیا سقا دیده و خودش لب تشنه. ابوالفضل فرزند ام البنین، ای ساقی لب تشنه. ابوالفضل برای کار مهم از خیمه ها آمد بیرون. گفت حسین جان سینم تنگ شده، اکبرت رفت و نوبت من نرسید، دیگه از تأخیر دلتنگ شدم، اجازه میدان بده. ابی عبدالله گفت نه ابوالفضل برو، اگر بتوانی مقدار آب برای اطفال حرم بیا. ابوالفضل رفت داخل سقاخانه، مشک وقت به دوش گرفت، به اولاد حسین یتیمان مسلم همه به هم نگاه کردن، گفتن عموی ما ابوالفضل رفت که آب بیاره. سکینه، علی اصغر، بچه های مسلم، رقیه به هم نگاه کردن که عموی ما ابوالفضل رفت که آب بیاره. ابوالفضل مشک آب رو برداشت، آمد کنار نهر علقمه، تا چشم کار میکرد سربازان و دشمن همه جا رو محاصره کرده بود، بازم ابوالفضل آب رو برداشت، با دستانش دستانش رو بریدن،
با دندانش دندانش زدن. تمام همت ابوالفضل این بود که اگر مشک آب رو به خیمه ها برسوند، صدای العطش بچه ها بلند. اما یه نانجیب عمود آهنین چنان به فرق حضرت ابوالفضل زدن، ابوالفضل روی میدان کربلا افتاد. وقت روی کنار نهر القمه افتاد، ابوالفضل به چشماشم تیر خورده بود، به فرقشم عمود خورده بود، اما عشق حسین هنوز در قلبش بود. آقا ابی عبدالله دید صدای تکبیر علمدار نمی آید، نگاه کردید علم خوابیده، دوان دوان روی جنازه پاک و روی بدن نیمجان حضرت ابوالفضل خودش رساند. حضرت ابوالفضل خیال کرد از سربازان دشمن کسی آمده، سزا زد آی عبدالله بنده خدا، هر که هستی یه نصیحت دارم، من در این سرزمین یه برادر غریبی دارم، یه نصیحت دارم، یه وصیت دارم، یه گفته ای دارم، میشه گفته ای من برای برادرم حسین برسم؟ ابی عبدالله خم شد، نشست به بالین ابوالفضل، صدا زد ابوالفضل او برادر غریبی که میگی منم، حسینم جان برادر، بگو او از نصیحت وصیتت چیه که برام هم بید. صدا داد حسین جان برادرم، من وقت از خیمه ها بیرون شدم، اطفال و بچه ها امو امو گفتن، منتظر آبم در خیمه ها. جان برادر حسین جان، شما تمام جنازه و بدن شهدا را تا در خیمه ها بردی، من از توی درخواست دارم حسین جان، جسدم را به سوی خیمه اصغر نبری، که خجالت زده ام زان لب بیشیرم، من نمیخواهم خجالت زده ی حضرت سکینه و رقیه بشم، آخر عمو رو ببینن آب نیاورد، سقا رو ببینن آب نیاورد. اینا رو گفت ابی عبدالله دید نمیشه، حضرت عباس جان به جان آفرین تسلیم کرد، خدا حافظ الوداع گرفت رفت، ابی عبدالله دستان به کمر گرفته، یه دست رو بر سر گرفته، خدایا چی کنه با دستان بریده ابوالفضل، چی کند با فرق شگافته حضرت ابوالفضل. تنها کار که ابی عبدالله کرد این بود که این علم عباس رو برداشت با خودش، بچه ها منتظرن از دور ببینن پدرشون حسین رفته، عمویشون عباس رفته، منتظرن حسین با ابوالفضل برگرده، های از دور میبینن، دیدن یه وقت نه یه آقایی میآید، کی است؟ حسینه یا عمویمون ابوالفضله؟ نزدیک و نزدیکتر آمد، دیدن حسینه، اگر حسینه پس علم کیه؟ برای اهل خیمه سوال ایجاد شد که بگن این علم از کیست که بی صاحبه؟ 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 این علم از مال بنی هاشم، این علم از